در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت یکی از مسئولانی که به جمع خبرنگاران آمد و به سوال ها پاسخ داد آقای واعظی بود. داری که شورای عالی هماهنگی او با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر ضرورت توجه بیشتر به مشکلات اقتصادی تأکید کرد. آقای رئیس جمهور در ارتباط با مسئله تنظیم بازار که از وزیر سمت و همچنین وزیر جهاد کشاورزی ایشون خواستن که با جدیت بیشتر روی قیمت‌ها نظارت داشته باشن، روی توزیع نظارت بیشتری داشته باشن. بر این اساس قولی که دادن و تلاشی هم که داره میشه انشاءالله در روزهای آینده این تعادل برقرار میشه. وزیر راه و شهرسازی از کاهش سفرها بعد از برقراری محدودیت‌های جدید کرونایی و رعایت خوب مردم گفت. حدود 45% کاهش تردد در جاده‌های کشور رو شاهد بودیم. و همینطور سامانه‌ای که از طریق آن از سفر افراد مبتلا به کرونا جلوگیری می‌شود. کل سیستم حمل و نقل عمومی هوایی، ریلی و جاده‌ای به سامانه وزارت بهداشت متصل شده. کسانی که نتیجه تست کرونایی اونها مثبت از پذیرش اونها جلوگیری میشه. در همین رابطه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت برای کاهش تراکم در وسایل حمل و نقل عمومی در ساعات شروع و پایان کار ادارات از هفته آینده حضور کارکنان دولت از 1/2 و 1/3 بخشنامه قبلی هم کمتر خواهد بود. آقایون وزرا در هر دستگاه بر اساس اینکه فقط کسانی که حضورشون ضرورت داره اشخاص رو ضوابطش رو اعلام میکنن و مشخص میکنن. ممکنه در یک دستگاهی 10% کارکنان حداکثر حضور پیدا کنن. و معاون پارلمانی رئیس جمهور که از برنامه ریزی برای برگزاری جلسات مشترک مجلس و دولت و هم فکری و همکاری دو قوه برای رفع مشکلات اقتصادی خبر داد. بیشتر مباحث امروز جلسه هیئت دولت به موضوع بهبود وضعیت معیشتی مردم و همینطور تنظیم بازار اختصاص داشت، به ویژه برای کالاهای اساسی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما.